سلام مکان گیمیار، خوش اومدین. دم ام بلست مأموریت بعدی که میخوام با هم انجام بدیم، مأموریت سوم هایست میشن یا سرقت بزرگ از کازینوی کالیگولا، که خب جزو روند اصلی بازی نیست اما ما میخوایم انجامش بدیم چون میخوایم بازی رو 100% تموم کنیم. توی این مأموریت باید یه سری بمب رو کار بذاریم توی سیستم شهری که سیستمی که در واقع برق شهر رو تامین میکنه و کنار سد هاست. پیشنهاد میکنم حتما با جون پر برید، مثل من اینجا میتونید جلیقه نجات بردارین، جلیقه ضد گلوله، جلیقه نجات که برای کشتی ابله. بعد طبق گفته بازی میاد به فرودگاه، سوار این هواپیمای گولاخ میشین. خب سیستم برق شهر رو هم تو که میدونید تو لاس ونتوراس توی شهر سوم بازی صدها تامین میکنم و برای اینکه سیستم رو از کار بندازیم باید بریم به صد معروف بازی و کنار جنراتورها و اونجا بمب کار بذاریم. من این ماموریت رو باره بشه بشر دوستانه و بدون دخالت دست انجام میدم، با هیچ کس کاری ندارم و خب به طب روش سریع هم هست، روش خیلی باحالیه، ولی اینو میطلبه که جونتون حتما پر باشه. خب یه اشتباهی که اینجا خیلی انجام میدن اینه که ارتفاعشون رو زیاد نمی‌کنم، بعد میان رو علامت و میگن خب برای چیش علامتی من نمی‌بینم، الان باید رو نقشه طبق نقشه رو علامت باشم ولی علامت رو نمی‌بینم. خب این علامت خیلی ارتفاعش زیاده و برای اینکه بهش برسید باید چند دور دور خودتون بزنید، آروم آروم برید بالا و در ارتفاع زیاد به اون علامت میرسید و اون علامت چیزی نیست جز کرونا یا یه حلقه قرمز که باید از توش رد چین و وقتی که رد شدین بهتون میگه که کجا اینتر رو بزنید، از هواپیما بپرید پایین، چتر خودتون رو وا کنید و مثل جیمز باند فرود بیایید و حرکات آکروباتیک انجام بدید و خب خیلی کار نامعقولیه. خب میتونه سی جی به راحتی با یه ماشین این کار رو انجام بده ولی بازی برای اینکه فیلم اندیش کنه دیگه این سناریو رو درست کرده. بعد از توی این کرونا رد شیم و خودمون رو سود کنیم پایین. و اینجا سری ارتفاع میگه چترتو واز کن، ولی من چترمو هیچ وقت واز نمی کنم و با کله میرم تو آب چون روش سریع تریه، چتر یکم طول میکشه. اینم قسمت فیلم اندی ماجرا، چقدر زیبا و جذاب. اینجاست من چترمو هیچ وقت واز نمی کنم با کله میرم تو آب، گرچه خیلی تفاوتش نمیشه لحاظ زمانی ولی در هر حال ضمن اینکه قوانین فیزیک هم سی جی میاره زیر سوال، اگه انسان واقعی از این ارتفاع میخورد به آب با این سطح مقطع شک نکنید که به هزار تیکه مساوی تقسیم میشد و جنازهش هم نمیشد پیدا کرد، پخش در آب میشد، واقعا چیزی ازش نمیموند. بعد شنا میکنید به این من استوانه قرمز رنگ و از اینجا کلا ماموریت خیلی راحتی، اصلا ماموریت سخت و پیچیده ای نیست. ضمن اینکه ویدیو بعدیمون از جی تی سن اندرس طولانی تر خواهد بود و اگه اشتباه نکنم دو تا یا سه تا یکی از این دوست آخرین ماموریت هایست میشنه با هم دیگه انجام میدیم و آخرین ماموریت هایست میشن رو حتما نگاه کنید که خیلی باحاله. ضمن اینکه تو ویدیوی بعدی یادتون میدم چطوری ماشینگان با تیر بی‌نهایت بس بیارید، اونم بدون رمز زدن. او یه بیبی اینجا بهتون میگه که باید این چاقو از اینجا ورداری و بری جلو. من چاقو یادم رفت، برمیگردم برش میدارم و میگه که اینجا تریپ مخفی کاری و جیمز باند و اینا برو، ولی من از اونجا که اهل این سوسول بازی نیستم سرام میندازم پایین، هیچ کس رو آدم حساب نمی کنم، میرم کارم رو انجام میدم و ماموریت رو تموم میکنم. چاقو باید از من وردارید، هیچ کارتون ندارن، یه مش ابله ها دقیقا پتومتن با این تفاوت که تعدادشون خیلی زیادتره. آب باید بیاید روی هر کدوم از این قسمت ها اینتر رو بزنید و جالب اینجاست این جای تاریک هم داره این قسمت و
مثل پپه ها وای میستم و نگاهتون میکنن، هیچ کاری نمیتونم بکنم وقتی توی نقاط تاریک باشین، حتی اگه داد و هوارم بکنین پیداتون نمیکنن. این با هیچ کدوم از اونها درگیر نمیشم، نیازی نیست، حتی اسلحه هم دارم چند تاشون. بعد همین، این ماموریت چیز دیگه نداشت. الان میریم بیرون و یک کاتسین یا صحنه میبینیم که پلیس میاد و ما هم مثل هیرو وارکرافت میندازیم خودمون رو تو سد. و این هم از این، خیلی ساده تموم شد. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین و منتظر ویدیو بعدی گیمر باشین و کانال آپارات و یوتیوب ما رو دنبال کنید و ویدیوهای ما رو بازنشر. تا ویدیو بعدی، خداحافظ همگی.